خواست بشرمانه آریانا سعید از حسیب قوای مرکز. به نام خدا و با عرض سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل ما را سابسکرایب نمایید. زرمینه محمدی روی صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: با گفته حسیب قوای مرکز، آریانا سعید با یک تماس تلفنی پول پیشنهاد کرده به حسیب قوای مرکز تا از او پشتیبانی کند. حسیب پول را رد کرد. این در حالی است که 10 نفر در اثر گاز گرفتگی در یک موتر در ارزگان کشته شدند. اشتصاب کابل مقام های محلی در ولایت ارزگان می گویند که 10 نفر در پی گاز گرفتگی در یک موتر در ولسوالی گیزاب این ولایت کشته شده اند. قربانیان مهمان یک مراسم عروسی بودند. احمد شا سایل سخنگوی والی ارزگان روز چهارشنبه 6 اُحد گفت که در این حادثه 6 زن، 2 کودک و 1 جوان کشته شدند. سخنگوی والی ارزگان در توضیح حادثه گفت که این موتر ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 5 شنبه در رود هلمند در ولسوالی گیزاب گیر مانده بود و گفته ساحل راننده برای یافتن یک موتر دیگر تا توسط آن موترش را از آب بیرون کند پیاده شده بود و به دلیل بسته بودن دروازه های موتر و انتشار گاز در داخل 10 تن از سرنشینان این موتر جان باختند. سخنگوی والی ارزگان گفت که این حادثه در ساحه زیر تسلط طالبان رخ داده است و کمک رسانی توسط نیروهای امنیتی ممکن نبوده است. این در حال است که حمله دزدان بر یک موتر در دایکندی 1 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است. اشتصاب بامیان مسئولان صحی در دایکندی میگویند که حمله دزدان مسلح بر یک موتر در مرز میان ولسوالی خدیر و نیلی مرکز این ولایت 1 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است. اسحاق علی درمان رئیس صحت عامه دایکندی بر روزنامه اشتصاب گفت این رویداد با داد روز چهارشنبه 6 اُحد در کوتل سفید زرک کرگه در مرز میان نیلی و ولسوالی خدیر رخ داده است. آقای درمان افزود که سرنشینان این موتر 3 نفر از باشندگان ولسوالی خدیر و در حرکت به سوی خانه های خود بودند، اما زمانی که با دزدان مواجه می شوند 1 تن آنان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی می شود. رئیس صحت عامه دایکندی همچنان گفت که تیم سیار صحی فوراً به محل حادثه رسیده و در حال انتقال زخمی ها به شفاخانه ولایتی می باشد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید. اوقات خوش داشته باشین.